وجود مساجد کهن، وجود حسینیه های تاریخی و البته آیین و رسوم کهن مذهبی در میان مردم خراسان جنوبی باعث شده تا ظرفیت بالای گردشگری مذهبی در این استان شکل بگیره. اینجا شبستان مسجد جامع چهاردرخت هست در قلب بافت تاریخی بیرجند، معماری بی‌نظیری که می‌بینید دارای بیش از 21 ستون هست و این ستون‌ها رو تاق‌های بسیار زیبا پوشاندن. مسجد جامع چهاردرخت از دوران صفویه تا کنون محل تجمع مردم و محل اجرای آیین‌ها و مراسم کهن مذهبی مردم بیرجند به شمار میره. 14 مسجد تاریخی دیگر در بافت بیرجند قدیم موجود هست. بیش از 2300 مسجد در سامانه جامعه اوقاف امور خیریه ثبت هست که البته برخی از مساجد با توجه به اینکه جدیدساز هستند هنوز کارهای ثبتش در حال انجامه. مساجدی مثل مسجد عاشورا، مسجد خواجه ها، مسجد خضر، مسجد تهده و دیگر مساجد دیگری که تاریخ اونها غالبا به دوران صفویه باز میگرده. مسجد جامع میانده در بافت تاریخی شهر بشرویه یادگار دوران صفوی هست که در کنار آبنبار، حسینیه و مدرسه علمیه میانده یکی از مراکز مهم مذهبی در خراسان جنوبی محسوب میشه. مسجد جامع سرایان یادگاری از دوران صفوی است که دارای محراب بسیار زیبایی است. مسجد جامع قاین بیش از 700 سال قدمت داره و معماری بسیار زیبا و باشکوهی رو در دل خودش جای داده. مسجد جامع افین در قلب بزرگترین و وسیعترین مزرعه زرشک جهان قرار گرفته. مسجد جامعی که سنگی هست و قدمت اون بیش از 700 سال پیش بینی شده. مسجد جامع سیدی در شهر تاریخی تون در فردوس هم یادگاری از دوران تیموریان هست که معماری بسیار زیبایی رو داره. خود بنای مساجد که وقف هست در قانون اسلام، مکانهای عام المنفعه ای که متولی خاصی ندارد و عموم مردم استفاده میکنند در حکم وقف، و مساجد هم یک نمونه ای از این اماکن هستند که اوقاف به عنوان مکان اونجا رو در سامانه خودش ثبت داره و امورات اون رو انجام میده، در صورتی که امورات داخلی مساجد خب به نهادهای دیگری محول شده، امورات تبلیغی و فرهنگی به سازمان تبلیغات. حسینیه حاج علی اشرف در بشرویه که 400 سال قدمت داره، حسینیه تاریخی شوکتیه در قلب بافت تاریخی بیرجند که بیش از 100 ساله که میزبان هیئت‌های عزاداری حسینی هست. اما خراسان جنوبی زادگاه علمای مذهبی سرشناسی هم هست. حضرت آیت الله تهامی، آیت الله عارفی، آیت الله آیتی، آیت الله عبادی، آیت الله هادوی، اینها همه در بخش مهمی از زندگی خودشون رو در شهرهای مختلف خراسان جنوبی زیستند و همواره محل مراجعه مردم بودند.